یو 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 سلام، امیدوارم که خوب باشید. ما رو هم که کوکتل تیوی خیلی خوش اومدید به یک ویدیو دیگه. بعد از یه جابجایی سنگین و دست و پنجه نرم کردم با مشکلات زیاد، اینجا هستیم و میخواییم با هم بررسی کنیم خیلی اجمالی این 20 روز گوشیم افتاد رپ فارسی رو، که چه خبر بود، اصلا چه جوریا بود، کی به کی زد، کی به کی نزد، کی کجا رفت، چرا اینقدر صدا بده. خب آقا تو این چند روزی که نبودیم اول از همه چه اتفاقی افتاد؟ اول از همه اینجوری بود که دوباره پوتک و کوروش با هم درگیری هایی داشتن. کوروش دیگه خیلی مستقیم اینجوری که هی نمیری نرینی اینا میزد، از اونورم پوتک این امیری میزد و اینجوری. بعد کوروش اومد گفتش که یه لیبل ما داریم میسازیم میاد، که اولین کارش نام این پارانویا. حالا یه سوالی واسه من پیش اومد، پارانویا این آلبومی که حالا کوپرودوسرش خود کوروش هست و کلی استعداد هستن توش و ترک لیست اومده بود و اینها، و یه جورایی میشه گفت آلبوم آرون و هومانه، چون تو همه ترک ها هستن، خواننده مثل عرفان هم هستن تو این آهنگ، که یعنی تو این آلبوم، که این خودش جذاب میکنه بعد از درگیری هایی که حالا با پایدار داشتن و اینها از قدیم. الان میبینیم هم کوروش با جیدال اوکی شده، هم عرفان به هر حال تو یکی از پروژه هاشون هست که اسم آهنگم عنکبوته. خب اول مال نام بود، حالا نمیدونیم نام تغییر اسم پیدا کرده یا نه. نام اون تشکلیه که حالا چون آرما میلادی از اول بود پشتش و اینا، اونه جداست. و این آن ریپیت که منظور اینه که پروژه های ما هی ریپیت خوره، هی میتونی بذاری گوش کنی و اینها، داره میاد. این داستان هم از اونجا شروع شد که این حرفو زد کوروشون. کوروش گفت ما میخوایم بیام یه لیبل درست حسابی که تا حالا نبوده، و نه از این فاز خالتور بازی ها اینا که بخوایم چیکار کنیم، دزدی کنیم، ایده بدزدیم. این حرف حالا ایده بدزدیم اینا از کجا اومده بود؟ پوبون اومده بود گفته بود که آقا این آهنگی که داده بودن پوتک و خلسه ویدیوش ایده من بود، قرار بود با هم بگیریم ولی پوتک انجام نداره. حالا ویدیو رو من دیدم، نمیدونم کجاش ایده پوبون بود، کاش کاملتر توضیح میداد. ولی اگر اون ایده که از زاویه دید اون قرص است داره میره جلو اینا، خب این مدل ویدیوها رو زیاد داریم. حالا بسته به سناریو، مثلا ما یک آهنگ داریم از آقای جوینر لوکاس اگه اسمش رو درست بگم، که فکر کنم 100 دلاری اسمش، که 100 دلاری نشون میده از زاویه دید اونه که دست به دست میشه، اون خیلی هم سناریو جذابی داره. حالا یا اون یا یه جایش، به هر حال ایده اینجوری بوده دیگه. حالا اگر بگیریم ایده اورجینال نبوده و اگه واقعا پوبون به پوتک گفته بوده و پوتک قول همکاری داده بوده بعد یه جور دیگه اومده، خب این غلطه. حالا از اونورم نمیدونیم چه حرفای پشت بینشون رد و بدل شده و اینا، حالا چون خود پوتک هم صحبت نکرد. خود پوتک هم اومد یه ویدیو داد 13 دقیقه سکوت کرده، یه سری ساند افکت گذاشت اینجوری که جوابتون نمیدم، اگه بدم یه سری بنیادهای خانواده و اینا میپاشه، و از این حرفا یه سری از این به هر حال وایس ها و اینها گذاشته بود، و بعد از اونم کوروش واکنشی نشون نداد. و حالا ما داریم میبینیم پارانویا رو داریم میاد، ولی ایسی خیلی رو مخه. و چیزی که داریم خب مشاهده میکنیم اینه که کوروش کلن تو دو سه سال اخیر هر وقت آلبوم داشته، پروژه داشته، هر چی داشته، قبلش یه داستانه اینجوری بوده، حالا یا با کچیویت بوده یا با جیدال بوده یا با ویلسون بوده یا الان هم که پوتک، و یه کوچولو کاش نباشه دیگه قبل از هر سایت میخوام بیارم بالا. الان اینو تو کچیبیت هم دیدیم و اینا، یعنی همیشه که یه بیفی میاد و یه داستانی هست پشتش یه پروژه هست. حالا این داستانو که بگذریم میرسیم به داستان سروش پاپولوژیست. سروش پاپولوژیست یه سری عکس ازش اومد که نشون میداد در بیمارستان هست، بعضی از مردم رفته بودن دم در بیمارستان. آقا یه سوالی من دارم از اون رفیقایی که وقتی خبر این میاد که یکی در بیمارستانه میرن اونجا تجمع میکنن، اونجا میرید چیکار میکنید؟ میخواین آمپول بزنید یا میخواید برید نسخه بدید؟ چیکار میکنید؟ یعنی چه کمکی قراره بکنه اونجا؟ یا یه شخصی حالش بده وخیمه میخواین برید از اون مسئله سوء استفاده کنین عکس بگیرید؟ خب ما این مسئله داشتیم راجع به مهرداد اولادی، هادی نوروزی و همه آرزوی شادی بر روحشون میکنیم و این داستان ها، خدا بیامرزه این اتفاق خیلی واسه شون میافتاد. میرید اونجا چیکار؟ واقعا نمیدونیم. حالا یه شخصی هم هست مثل سروش که خیلی حالا مسائلش اینجوریه که زیرزمینیه به نوعی و مجاز نیست، ممکنه خب مشکل پیش بیاد، آقا چرا تجمع کردین، چیه داستان فلان، اینا هستین، چه کمکی میکنه و اینها. میرید و بعد از اون هم حالا عکسایی در اومد که گفتن حالش خوبه و سالمه خدا رو شکر و اتفاقی نیفتاده بود، اما مرجو کمک گفت آقا این فیکه این داستان و اینها، و ما تو کلی رسانه دیدیم که سایت های ایرانی این خبر رو زده بودن. اما یه نکته ای که خب از من جا داره بهش اشاره کنم و از دوروبری های خود سروش شنیدیم، اون موقعی که عکس سروش در اومد که در بیمارستان هست و اینها، سروش خونه بود، و اما داستان بیمارستان رفتنش واقعی بود. سه روز قبل از اینکه اون عکس ها پخش بشه در بیمارستان بود و بعد از اون به خانه اومد و صحیح و سالم، حالا نمیدونم یکی از دوستاش پخش کرده بود قرار نبود پخش کنه که این داستان اومد، اما اون تایمی که اون عکس ها پخش شد
سورجی پابولوجیس بیمارستان نبود و خونه بود و اون عکس اومد، عکس هم از خودشون نیومد، از سمت یکی از رفیقاشون اومد و اینها، بعد یه جوری شاید تو عمل انجام شده قرار گرفتن. خیلی هم اینجوری بودن آقا ویناکوسینازه چرا چی نمیگن، بقیه هی دارن میگن، چون اکثر رپ فارسی آرزوی سلامتی کردن واسش از دوست و دشمن همه، حتی تیم پوری اینها احتمالاً نمیدونستن خودشون تو عمل انجام شده قرار گرفته بودن و خب سینازو و وینا کم که میدونستن خون است دیگه، خب بنابراین چه واکنشی به اون شکل، شاید هم یکم باگ بود این داستان. اما اسم پوری اومد، میرسیم به تیم پوری اینها که داریم میبینیم پوری این چند روزه داره یه سری از خودش منتشر میکنه، اجرا از آهنگای جدیدش که 3-4 تا هست، یه دونه ما داشتیم همون بود که اون دیسه بود که قرار بود دیسپک باشه و اینا، لایو هم گذاشتیم به نظر میومد اون شب میومد، فرداش که دیگه فرداش که دارم میگم حالا فاصله اش یه هفته است و فرداش نبود و 3 تا تو الان این اجرا از خودش پخش کرده و خب برای فیل این داستانو داشتن و بنابراین یک آلبوم کوتاهی دارن که تو اون دیسه احتمالاً هست. حالا نکته جالبش اینه که لیک شده این به نوعی از دوروبری‌های خود پوری اینه که این یک آلبوم کوتاه 4-5 ترکه است به احتمال زیاد و آلبوم مین خودش نیست، یکی از نزدیکانش قرار رپر بشه و همه ترکو فیته با پوری و قرار به زودی بیاد اون دیسترک هم توش هست و ما اینو میشنویم. حالا 29 اسفند که همین تقریبا یکی دو هفته دیگه است، کنسرتی رو دارن پوری اینا در کازان روسیه و اونجا گفت چند تا سورپرایز داریم. به نظر من یکی از سورپرایزش برای همین آلبومه، یا احتمالاً آلبوم دم اون کنسرت میاد یا قبلش که به هر حال شاید اولین استیج اون رفیقمون هم باشه که بره روی صحنه. از اون ورم پیجی که به هر حال داره برنامه گذاری میکنه واسه اون داستان، یعنی پیج اصلی برنامه گذار اون کنسرت، حسین رو فالو کرد که بعضی میگن احتمالاً حسین تو اون کنسرت هست که احتمالش خیلی کمه، یعنی در حد 10-15% و اگه باشه که چه جالب، اولین کنسرت حسین هم میبینیم و جالب میتونه باشه. این هم از خبری بود که این ور داستان بود. و اتفاقات دیگه ای که افتاد امروز، همین قبل از اینکه من میخوام بیام ویدیو رو ضبط کنم، هیچکس با پوبون ترک داده و ایول، اصلا دیگه چی بهتر از این که هیچکس و پوبون با هم کار کنن، آهنگسازیش هم با پوبونه و هنوز گوش ندادیم، بعد این ویدیو میبینید ریاکشنشو و خیلی جذابه، اصلا اون صدایی که داره پوبون که خیلی صاف و شفاف و خوشگله در کنار صدای خشناک و خشن هیچکس که قراره با هم بریم گوش کنیم ببینیم چه جوری است. خب بریم سر وقت یه مسئله‌ای که خیلی ترکید و بعدم بهتر که ترکید اونم اولین دادگاه امیر تتلو بود که با چهره‌ای دیدیمش که یه کوچولو پف کرده بود، توپل شده بود، حالا یا هوا نخوردن یا اثر استفاده نکردن از مواد مخدره، چون به احتمال زیاد فکر کنم تو انفرادی بوده، نمیدونم اینو، یا اونه یا این یکی دیگه، و دیدیم که موهاش در اومده بود و اینها. و یه چیزی که خیلی ها گیر داده بودن اینه که آقا این چرا پیرسینگ داره و ما میدیدیم که همه پیرسینگاش هست و خب میدونی تو زندان میخوای بری یا به هر حال دادگاه باید اینا رو دراری، ولی همه بود. بعد از اونم مادرش من یه پستی گذاشت و گفت آقا این سرانی که کم سنشون بالا دارن با جوونایی که به هر حال به گفته مادر امیر تتلو الگوشون و یه جورایی نمادشون امیر تتلو، میخوان با هم آشتی کنن و یه جورایی خبر میاد که احتمالاً آزاد میشه و میاد بیرون و شاید هم این پیرسینگ و اینا سر اون داستان بوده، چون خیلی اینجوری هم با این حتما مهره بوده، حالا مثل وحید خزائنی رفته بودن و الان برگشته و اینها. اما نمیدونم، حس میکنم یه کوچولو شل گرفتن کلا و واسه اینکه خیلی متزلزل شده داستان شل گرفتن و با این چیزا میخوام بگن که مثلا این حرفا و این محدودیت و اینجوری که مثلا پیرسینگ نداشته باشه اینا، اینا دیگه مطرح نیست و احتمالا میخوان درهای جدیدی رو تو این داستان وا کنن برای بقای خودشون. و امیر تتلو هم حالا یا آگاه یا ناآگاه بازیچه این داستان قرار گرفته یا خودش به هر حال یک مهره این بازی دید، چیزی جز این دو حالت نیست و هر کسی آزاده که هر جور میخواد فکر بکنه. یه داستان خیلی عجیب غریبی که داشتیم، خیلی دوست داشتم به هر حال یه جور راجع به این حرف بزنم، اونم به هر حال ما یک دوزی داشتیم به اسم کوروش کمپانی و ایشون اومده بود که آیفون 20 میلیونی میفروخت، حالا خیلی عروش باشه، ولی اولا که بود آیفون 45 میلیونی چجوری خواهد 20 میلیون بخری؟ حالا اینکه انقدر بعضی ها ساده لوهن که رفتن خرید کردن بماند، اونایی که تبلیغ کردن هم بماند. و یه سری هم میبادم گفتن این مال کوروشه، چرا؟ چون اسمش کوروش کمپانیه و فلان. و بعد سریع تا این اتفاق افتاد سمی و رها
اعلام جدایی کردن اینو. چی تو مغزتونه واقعا؟ یعنی خیلی خنده دار بود این داستان که کوروش، یعنی تو فکر میخوای دزدی کنی مثلا آرام کوکتل تیوی نامی میخواد بیاد دزدی کنه، اسم کمپانیشون رو نمیذاره کوکتل تیوی که قاعدتا، و اینجوری. و نکته جالبش اینجا بود که یه داستانی که حالا اون دوستان میتونست شک کنن که کوروش کمپانی حالا اسپانسر اپیکور هم بود چند تا ترک، خب اینا با هم تو بیف بودن، خودش مثال نقضه. ولی نکته که میخواستم اشاره کنم، خیلی ها کوروش کمپانی رو تبریک کردن ولی رپرهامون خیلی ها این کار رو نکردن. حالا نمیتونیم بگیم چون نکردن دمشون گرم، ولی باز این خیلی جذابه که یعنی توی ایران یه سری آدم که اونجوری هم دارن پول در میارن، بازیگرن، ورزشکارن، فلان و اینها، درآمدهای میلیاردی، و نمیدونم ما چقدر پول داده بهشون اینا، رفتن تبلیغ کردن، این همه پول مردم هم رفته، این سلبریتی داخل ایران داریم میبینیم، رپرار داریم میبینیم، اتفاقی که میفته صداشون در نمیاد سر تلویزیون اینا، همچین کمپانیایی رو میان تبلیغ میکنن و گردن هم نمیگیرن و خیلیشون عذرخواهی هم نمیکنن. این ورم رپرامونن که بعد اینقدر بنده خدا نه به حقشون رسیدن، هر جامعه گیر میدیم بهشون، آخرام کوروش کمپانی رو میچسبونن به کوروش. بریم یه داستان دیگه. این وسط اتفاق افتاد که به نظرم شاپور خیلی خوشحال شد و توی دیسای بعدیش 100% ازش استفاده میکنه، چون میدونیم به هر حال یک جوابیه‌ای داره میاد، حالا خیلی کلی، و بعدش به هر حال یه بله بشویی تو رپ فارسی دوباره داریم و 100% جواب میدن دیگه. این به نظرم شاپور خیلی خوشحال شد از این داستان. اونم این بود که حمید صفت فیلم بازی کرد، توی صدا سیما قراره بره، توی روبیکا تبلیغشو کردن و اینجوری. یه سوال دارم، چجوری یعنی حمید صفت مرتکب به قتل میشه، حالا تو دادگاه اینا هی میره میاد، هی تبرئه میشه، اون وسط میاد آهنگ میده، دوباره میره تو، دوباره میاد بیرون، دوباره میره تو، میره تو فوتبال هنرمندان و اینها که هست اونجا، به حالی که مصاحبه ازش میشه اونجا، خودش شرکت میکنه و اینها، میاد دوباره بیرون، دوباره میره بهش میدن شاکوشو بخونه واسه اون فیلمه. بعد حالا فکر کنم حالا اون پخش نشد رو خود فیلمه، ولی خب موزیک اصلیش مال حمید صفت بود که حالا به نظر رو پردای سینما نرفت، اینو دقیق یادم نیست، عذرخواهی میکنم. اما الان میاد فیلم بازی میکنه، نقش اول تو فیلم هم داره آهنگ میخونه، بعد میگن چرا به ما میگید وصلی؟ یعنی تو خودتو بذار جای اینا، چه فکری بعد میکردی؟ یعنی تو آهنگت الله اکبر و سر شهید اونجوری و اینها، حالا حسین هم که حالا به عمد یا به یعنی سهون اون اتفاق اون راجبه اون مسئله حرف میزنه و اینها، و بعد اینجوری میشه، یعنی نمیدونم بعد چی بعد فکر بکنم. حالا این مسئله ای که هست، یه بار صحبت کردم توی یک لایو، حالا از شما میپرسم، اگر اونایی که اون لایو نایدن بگین، اگر حکومت ایران اسلامی نبود و اینجوری نبود و زده نبودیم از این داستانها و اینها، اشکالی داشت رپری از موازین اسلامی بخونه از اون پانچ استفاده کنه یا نه؟ به نظر من نه، اما چون به هر حال یک حکومتی هست که داره از اونها استفاده میکنه، از این به هر حال دین و این حرفا، و شاید که نه، قطعا داره یه خونایی رو توی شیشه میکنه و این حرفا، یه سری چیزای تروریستی و بهمان و این داستانها، اسمش میاد اتوماتیک ذهنایی که عصبیان و از اون داستان به هر حال رنجیدن و خستن، ذهنشون میره یه سمت، رای دیگه نمیمونه. و اگر مواضع خاصی به عنوان یک آرتیست نداری توی اون دوره از استفاده کردن از این الفاظ، خب قاعدتا استفاده نمی کنی، چون نه تایمشه، نه موقعشه، نه هیچی، میدونی؟ و اگر استفاده میکنی، خب ذهن میره یه جاهایی، و نمیتونی بگی چرا ذهن رفت یه جاهایی، نقده میاد، گرچه که نقده بعد مؤدبانه و درست باشه، حالا بعضی ها تو اینا عجب غریب میکنن و این حرفا. خلاصه این بود یک چکیده کلی از این 20 روز که حالا اتفاقاتی که توی رپ فارسی افتاد و اینها داره میفته. من فکر میکنم بیشتر رپرها رو تو صدا و سیما خواهیم داشت، امیر تتلو رو به زودی آزاد میبینیم و در حال کار میبینیم، و یه اتفاقات دیگه میفته، حالا آلبوم پوری رو هم که به زودی میبینیم و اتفاقات دیگه. ولی از این ورم یه چیزی که خیلی راجبش خوشحالم اینه که به هر حال سروش هیچکه است از این حساری که دور خودش بود اومده بیرون، و همین کاری که با پوبون داره میکنه خیلی باحاله، و اصلا همین که اسم این دو تا آرتیست بغل همه خیلی باحاله، چه برسه که حالا ترکو گوش کنیم، احتمالا هم ترک باحالیه. امیدواریم. این از این، دمتون گرم، امیدوارم که حالتون توپ خوب عالی و بمب باشه. نظر خودتون هم راجع به اینجا بدید و به نظرتون چه جوری میتونه بهتر باشه. مرسی که تا این لحظه ویدیو رو تماشا کردید، امیدوارم حالتون همشه توپ خوب عالی و بمب باشه. تا ویدیو بعدی، سی یو سون.